و واقعی نگاه کردن به قضیه خیلی مشکل رو حل میکنه اولش یه ذره اصلا ممکنه به خانم خودم نگاه کنم بگم تو منو به خاطر مثلا این چیزا میخوای اولش شاید ناراحت شم ولی وقتی واقعیت فرگشتش رو نگاه کنم به جای که برم دنبال اینکه تو منو برای چی میخوای میرم خودمو قوی میکنم از خیلی چیزای دیگه وقتمو سر این حرفا نمیذارم <متصفح> خب درود بر شما یلداتونم مبارک باشه مرسی که اومدی ما اصلا فکر نمی‌کردم گفتم شب دو انقدر درخواست اومده بود که این میشه عوضش کنین تاریخ و اینا تا ما تشویق نکردیم شما نه مو خیلی لذت بردیم از سخنران قبلی صحبت بسیار زیبایی کردن و من دیدم چقدر به این صحبت منم داره جور در میاد اونتا امروز استانداب کمدی من دارم براتون و اول که قرار بود سکشوال سلیکشن داروین رو اصلا بحث کلان سکشوال سلیکشن رو یه سخنان دیگه بیاد صحبت کنه رضا به من سه روز پیش زنگ زد گفت مریض شده, شده شدید صداش در نمیاد میتونی بگی اینو گفتم خب آره میام اینو می میگم و اینا بعد یه مقدار امروز میگم خندش زیاده امیدوارم که همراهی بکنه دیگه با ما عرضا به خدمت شما که خب حالا یه اتفاق خنده داره دیگه افتاده اینکه من خیلی دوست داشتم اینو که میخوام سخنرانی کنم خانومم نباشه یهو اومد تو این دو سه روزه که من پاورپوینت داشتم آماده میکردم همین میرفتم در اتاق آخه کار داشت یه امتحانی داشت گفت من شاید اینو نیام این سری بعد منم خوب کردم خواب راحت بود که نمیاد هرچی خواستم تو این اسلاید گذاشتم تو این دو سه روز این میرفتم در گفتم گفتم قطعیه نمیاد یه دفعه شک کرد گفت چیه مگه ماجرا اینو گفتم کلا نمیاد یا چیزی. حالا چرا دلیلشو میگم دوست داشتم نیاد بعضی چیزا رو آدم اگه بقیه بدونن که میدونه خیلی خوب نیست حس کردین یا نه <applause> یه نمونه رو بهتون بگم قبل که شروع کنم من ایت چند سال پرسویشن درس میدادم اصول متقاید سازی و مذاکره و اینا مثلا بیستا تکنیک داره شما میخوای یکی رو متقاعد کنی اینجوری اینجوری من بعد از یه مدت دیدم که این داره فیدبک منفی تو زندگی خودم میده یعنی افرادی که میدونن من این کارم و اینا اصلا دیگه نه با من معامله میکنن نه متقاعد میشن به یه جایی رسید من شک کردم که من قبل از اینکه اصلا معلم بشم خیلی خوب همه رو متقاعد میکنم مخزن خوبی بودم اصلا کله ولی چجوری شده الان این اتفاق نمیفته فهمیدم اینا وقتی میان اونجا میگن این متقاعد سازش موازه خوب مواظب باشید خب و یک نمونه خیلی شدیدش زمانی بودش که من توی سعادت آباد یک مجتمعی رو خب گرفتم کل طبقاتش رو گرفتم همه از پایین رو کردم رستوران یه طبقه رو کردم شهر کاغذ دیواری یه طبقه رو کردم بحث کلینیک و اینا یه طبقه رو کردم آموزشگاه تلسی کل اون در واقع ساختمون دست من بود من اینو با قیمت خوب گرفته بودم خیلی خوب تو مذاکره تمام طبقات مثلا یک دوم قیمت تو سعادت آباد گرفته بودم اون موقع مثلا سال 96 من داشتم اونجا کلشو 100 میلیون تومان کرایه میدادم ماهی الان مثلا 600 میلیون کرایشه همون موقع 200 تومن کرایش بود یه بار من نگو این ساب خونه ساب ملکه توی جلسه ای نشسته که من دارم متقاعدسازی سازی درس میدم و من داشتم تو اون جلسه میگفتم که موقعی که مذاکره میکنی اینطوری کن اینجوری امتیاز بگیر برد برد باشه همیشه به طرف امتیاز بده بعد اینجوری فلان این اونجا بود موقع تمدید بزرگترین ضربه رو من خوردم یه روز باش قرار تمدید گذاشتم سر سال رسید و دیدم اومد و گفتم خب شروع کنیم گفت نه اجازه بدید که دوستان دارم میان گفتم کی میاد گفت یکی دو تا بچه ها یه شیش هفت قول تشم می و در اومدن تو دوره گفتم ای... نیازی به حضور اینا هستش گفتی که حالا من گفتم دوستانم من باشند که موقعی که صحبت میکنیم و اینا بعد گفتیم اوکی اینا رو بعدا حذف کنید تو فیلم وسط کارشون آخرین پیامی که به من داده بود که دارم میام برای من فرستاده بود حواسش نبود دوباره به خودم پیام داد برگشت به اونو گفت حواستون باشه تو مذاکره قویه زیر باره هیچی نرید به خودم داد گفتم دیگه به هیچ چی دیگه بعد اینا دیگه شروع کردن حرف زدن و ما هر چی می اومدیم میگفتیم میگن می نه آخر سر خیلی کوتاه شد خیلی مذاکره که من فکر کنم یه ساعت طول میشه 5 دقیقه شد گفتم هر چی شما میگین گفتم من نظرمون اینه گفتم باشه بیشتر شک کرد ما بریم فکرمون رو بکنیم میگم گفت حتما یه تکنیک دیگه ایه خب من فهمیدم از کجا داره آب میخوره دیگه چند وقت بعدش پرسیدم گفتش که گفتم من این پیامت برام اومد دیگه دیدم اینجوری شده یه مدت بعد دیدم برادرای خودم هم میام هرچی بهشون پیشنهاد میدم یه دفعه داداشم اینجوری میکنه تکنیک شما چند دوری دا میزنی الان <applause> یعنی اینم جواب خواهرام هم همینجوری تا بهشون حرف میزدم میگفت تکنیکش هم بود 16 بود یا 17 بود بهم میگفت دیدم فایده نداره کلا دیگه اصلا نباداش ما درس ندادم جمعش کردم حالا این موضوع تیم که به زن و شوهری و سلیقه زنا راجب مردا میخوام بگم زن و مردا راجب زنا چی فکر میکنن دوستاشم خانومم نباشه حالا دیگه این دفعه داستان داریم بریم ببینیم چیه عنوانی که من براش انتخاب کردم هم دستمای تنز هم رو اسلاید آخر میفهمیم چرا من این اسمو براش گذاشتم اسم رو گذاشتم من زن نجار نمیشم اینم شناس تهرانیه حالا میرم نجار میشه من زن نجار نمیشم چرا نمیشی چرا نمیشی باید بشی باید بشی کاری که نجار میکنه خیر میکنه و خور میکنه دل آدمو اونم که اونجا میخون چه بود خب حالا چرا نمیشی ها بریم این دلایل رو ببینیم و چرا این اسم انتخاب شده مبحث از جزء مباحث اِوولوشن یا یا همون روانشناسی فرگشتی هستش انتخاب جنسی یا سکشوال سلکشن بریم ببینیم چیه و خب داستان داروین رو که میدونید داروین اومد گفتش که یه خیلی ساده من توضیح میدم چون همتون به حال یا اکثریت با داروین آشنا هستید ماجرا این بود هر چیز که به نفع زیست فرد باشه هر صفتی که به نفع زیست فرد باشه توسط طبیعت انتخاب میشه و اون موجود سعی میکنه با صرف کمترین انرژی صفاتی رو انتخاب کنه که سازگار باشه با طبیعت اگر اینجوری باشه توسط طبیعت انتخاب میشه البته همین الان میگم ممکنه من یه جوری صحبت کنم که شما فکر کنید که نشار سلکشن قاییه یعنی طبیعت ولی ما میدونیم که چیه کاملا کوره این موضوع خب اما یه اتفاقی افتاد و آه بس کاس بنفیت یه قانون مرکزی انگار تو نشا سلیشن هست هزینه فایده همه جا هست بازار هم بر اساس این شک گرفته شما هم که الان اینجا این بر اساس هزینه فایده هممون معامله میکنیم یعنی بخش تو مغزمون که دیگه استاد عباس اینجا هستن مجازات نمیکنه وجود داره که انگار مقایسه میکنه بین سود و زیان تا بتونه این کارو انجام بده یعنی شما اگر یه مبلغ رو پول بیدید دادید امروز احساس کردی که برات میصرفه یا نمیصرفه زندگی همینه زن و شوهر هم همینن وقتی به همدیگه میرسن عشق و اینجور صحبت رو بزنش کنار بحث یک معامله است دقیقا یک معامله است که توت شریک میخوان وسط بذارن ها رو میخوان وسط بذارن که کی به درد کی میخوره آیا به صرف است یا نه خب طبیعتا اشتباه هم ممکنه صورت بگیره پس کاس بنفیت رو میذاریم مرکز اصلی داروین میگفتش که موجود اگر هزینه ای می میکنه باید براش به صرفه برای جونش و دادن جانش نسل بعدی اما هزینه کم هم خودش فایده بود یعنی شما یه بری یه جای هزینه بکنی کمتر بدی یعنی سود کردی دیگه یعنی مثلا یه جنسی میخوای بخری یه میلیون چونه میزنی 700 300 تون سود کردی در واقع کل تکنولوژی و بازاری هم که امروز ما داریم رو بیس همینه یعنی تمام پیشرفته انسانی هم توسط بازار به خاطر همین هزینه و فایده بوده معامله گری بوده وگرنه اصلا علم پیشرفت نمیکرد اگر بازار نبود اگر بیزینس منها نبودن علمی تکون نمیخورد کل اختراعات همونجور در حد ایده میموند نهایتا خودمون اون مختره باید یه پولی میداشت که یه چیزی رو اختراع کنه حالا تجاری سازی کردنش که یه بحث دیگه پس باز دوباره میبینیم پیشرفت تکنولوژی موبایل یا هر چیزی که ما داریم ماشین ها همش بحث هزینه فایده است حتی امروز ماشین برقی به خاطر اینکه انرژی رو بیارن پایین بشر همش داره میره به سمتی که با کمترین انرژی بیشترین سود رو داشته باشه خب اما تاووس یه مقداری این وسط وقتی که داروین میدیدش اذیت میشد و میگفت این دوم دراز تابوس به چه دردی میخوره خب طبق چیزی که من خودم دارم میگم و بهش اعتقاد دارم و میدونم درسته اینه که باید هزینه کم باشه این دومه هم خیلی انرژی از بدنش میگیره بالاخره ساختش کراتین میخواد فلان میخواد نکته دومی که دست و پاگیرم هست دیگه با اینکه راه نمیتونه درست بره که این نبود خیلی راحت تر بود مثل دنبال عروس هستن تو عروسی تکون نمیتونن بخورن چطور دراز نکته بعد اینکه جلب توجه شکارچی هم میکنه یعنی شکارچی هم از دور ببینه این رو خب میتونه راحت تر بره به سمتش این چه سودی داره خیلی فکر داروین رو این مسئله مشغول کرده بود حتی جمله خیلی معروفی داره داروین میگه چی میگه the sight of feather in a peacock's tail whenever i gaze at it makes me sick خلاصش اینه پرای دوم تابوس رو میدم حالم بد میشه حتی این نامه میزنه به یکی دوستاش میگه اینو کجا دلم بذارم چی بگم یا باید نظریه خودم رو کلا فراموش کنم که این موجود تلاش میکنه برای بقای خودش اونو یه جوری درستش کنم یا اینو باید توجیهش کنم خب ماجرا چی بود خب میگفت برای بقا ضروری نیست اینکه هزینه بره و شکارچی جلب کنه و با اصل کاهش اون مصرف انرژی همخانی نداره خب اما آخر رو اینجوری توجیه کرد طبیعت که فقط این نیستش که ما بگیم درخت و گل و بلبل و هوا و اینا خود ارتباطات بین اعضای گونه هم از طبیعته بنابراین سلکشن پرشر یا فشار گزینشی ممکنه در یک لحظه از دو سمت به یکی بیاد حالا یکی زورش بیشتر برنده میشه در ژنتیک ما به میگیم سلکشن پرشر فشار گزینشی که اون فشار باعث میشه که اونی که کنکور مد... کنکوری فشار گزینشیه که اونی که درصد بیشتری زده انتخاب شه بیاد بالا این یک فشار گزینشه یعنی شما یه حدی رو تعیین کردی مسابقه گذاشتی گاهی وقتا نیروهای طبیعت رو به روی هم وایستن، یکی میگه این صفت خیلی خوبه باید انتخاب شه یکی دیگه میگه نه بعد باید حذف شه زور هر کدوم بیشتر باشه اون انتخاب میشه نمونهش کمپونی داسی شکل سایکل سل ژنشو اگر شما داشته باشی مالاریا نمیگیری ولی خب اون بیماری چی میگیری کمپونی داسی شک میگیری خب کدومش رو باید بمونه میگن تو نواحی مالاریا خیز اون افرادی که این ژنو دارن یه مزیتی دارن نسبت به اونایی که اینو ندارن ولی تو غیر از جاهای دیگه نه پس دو تا نیروی گزینشی داروین اومد اینو اینجوری توضیحش کرد گفتش که اوکی پس اینجا ما یک رابطه ای بین نرا ماده داریم که اونم یه فشار گزینشی داره درسته برای طبیعتش بعده. ولی ماده داره فشار میاره که میگه این خوبه من اینو میخوام ببین حالا یه سری مثال میزنم هم مستاق داره هم که شبیه انگار که خانم یک مردی بهش فشار بیاره بگه باید اینو بخریم برای خونمون خیلی تزییناتیه با عقل و منطق جور در چرا باید این وسیله مثلا یه فرش بخریم مثلا برای خونه 100 میلیون تومان در حالی که کل ثروت اون خانواده 200 میلیونه کلش ماشین مرده 5 میلیونه با عقل جور در نمیاد فرش 100 میلیون تومانی ولی فرض کنیم انقدر زنشو دوست داره و زنه برش داره که فشار آورده تو باید اینو بخری بنابراین اینجا خب ما میگیم دو تا فشار وجود داره یه فشار اقتصادی بیرونی که میگن نخر چون اصلا به صرفه نیست یه فشار از طرف خانومته که میگه اگه نخایم امشب مثلا حالا داستان نداریم خب بین این دو تا باید معامله کنه و اون میاد چیکار میکنه اونو انتخاب میکنه حرف زنه رو اون رو میخره بنابراین از نظر یک اقتصاد وقتی نگاه میکنه میگه با عقل جور در نمیاد ولی وقتی پی به رابطه این دو تا میبره که مرد خیلی به اون علاقه داره میگه خب اینجوری آره اوکی تو به خاطر این خریدی پس بنابراین میشه چی موضوع ماده میاد وسط و اینجا سلکشن در واقع ما چی داریم سکشوال سلکشن یا انتخاب جنسی داریم آها اینو میشناسید تو فضا مجازی بود اصل حرف و زد شما تو فضا مجازی نیستین مثلا من همه اهل درس خونی و اینا هستین بهش میگفتن داوود از اینه یه مدت مثل این چیزا معروف شد تتلو اینا تو فضا مجازی یه دختره رو بغل خودش انداخته بود بعد دخترم خوبی عزیزم میگه مثلا میگه همه هزینات پای منه دخترم قش میگه وقتی میگه همه هزینات با منه یعنی اصل موضوع انگار که خلقت اصلا همینه برای انسان که مرد باید هزینه های زن رو بده حالا یه سری مسئله اجتماعی امروز داریم که مرد باید شونه به شونه زن ها باید با هم کار کنه کار نداریم میخوام بریم ببینیم طبیعت چی میگه امروز فرهنگ داره به کجا میرسه اصلا فکر نمیکنن یه روز اونایی که دیپ بشناسن مثلا داوود هزینه بیاد توی سمینار علمی اسمش <applause> یعنی اگه از درخواست میکرد از خدا که خدا یا منو پولدار کن پول یا اسم داوود هزینه بیاد وسط یه سمینار علمی فرورده شد دیگه اون خواستت خب. نظریه انتخاب جنسی بر بینید چیه این برای اینکه یادتون نره شهناز هر چند وقت یه بار میاد و برای اینکه موضوع یادتون نره که اصلا اصل کل، کلی کجا بود چون میخوایم شاخه شاخه بزنیم جمعتون میکنه یا می تو سر لاین اصلی نظریه انتخاب طبیعی یا نشاسلکشن داروین رو بذارید مادر مادر نظریه ابر نظریه بذاریدش بالا بقیه نظری ها زیر شن که توجیهگر همین مسئله هستند از جمله همین موضوع اگر این آره این این پرنتال اینوستمنت سرمایه گذاری و سیکشور سلیکشن انتخاب جنسی جزوه میدل لول ایولوشنری در واقع ها هستش حد متوسط‌ها حساب میشه الان این که دیگه حالا چیزه جاش نیست امروز بگیم خب تو رقابت درون جنسی یه مدلش هست بهش میگن intersexual competition اینترا ببخشید آره اینترا دو طرف جلو یه دونه م. یه دونه دو طرف آره فکر میکنم. نه درست اینترا سکشوال این چیه میگه یه سری صفت ها هستن تو نر شک میگیره قوی میشه چون ماده میخوادش ولی اینجا انتخاب ماده دو جوره یکی دعوا بین نراست ماده میگه من نمیدونم حالا چی میخوام هرکی هر کی هر کیو زد اون صفتی که تونستی تو با اون اونو بزنی اون حتما چیز خوبیه من دوستش دارم یه جلو بنابراین درگیری بین نرها میشه و ما این درگیری رو امروز بین انسان ها هم داریم فقط کلاسش عوض شده یه مدل دیگه شده یعنی اینکه تو با بی ام را میفته تو اندرز دور دور, دور میکنی در واقع با شاخ بزرگ داری اون 200 رو میزنی برای من شماره رو که میگیری به خاطر اینه خب بهش بگن چی مل, مل مرد با مرد درگیری مرد با مرد یه مدل سلکشن دیگه هم داریم که باعث میشه یک صفاتی در نر بگیره که اصلا توجیه نداره به نظر نمیاد شاخه به چه درد میکنه کلی وزنشه یعنی اگه این روش سر این نبود خیلی راحت تر این به درخم گیر میکنه کلش رو سنگین میکنه ولی اینجا لازم بوده چون ماده ها کمک میکرده به جذب جفت مدل دومش اینا با درگیری رو داریم خلاصه همه رو درگیری کردن اینا از اول بشریت خب مدل دوم اینترسکشواله یعنی بین جنسی این اینتراسکشوال بین نر و نر بود اینترسکس یعنی چی یعنی از بین جنس ماده و نر حالا بین ماده ها یه چیزی شکل گرفته شده ارزش بر مبنای اون نراشون رو انتخاب میکنن اینجا نرها با همدیگه رقابت مستقیم ندارن شاخ تو شاخ همدیگه نمیشن ولی ماده ها یه چیزی براشون میشه ارزش میگن من اونو میخوام بنابراین اون هی تقویت میشه چرا اینجوری میشه یه ماده یک نری رو میبینه مثلا با دوم کوتاه مثل تابوس ولی براق یهو جلب میشه میره با این تولد میکنه اون ژنشو میده به بچه ها دختراش وقتی ازش به وجود میانم سلیقه‌شون احتمالا شبیه چیه مادر اونام هم جذب همون صفت دومه میشن برای بین تابوسای دومدار دوم بلندتر رو انتخاب میکنن تابوس دوم بلندتر که شانس پیدا میکنه میاد تولد میکنه دوباره این ژنو میدن چی به دختراش حالا یه سری دختر داره یه سری پسر داره پسرهایی که دومشون مثل بابای تقریبا بلند بوده دخترهایی که اتفاقا دوم بلندو میخوان حالا لابلای اون پسرها یا نرها یکیشون که دومش یه ذره بلندتره بیشتر جلب توجه میکنه مجددا اون انتخاب میشه همینجوری این دومه هی بیدلیل علکی چی میشه دراز میشه یاد این افتادم هایی که الان تو جشن عروسی افتاده علکی هی تو اینستاگرام نگاه میکنن که این چون برای عروسیش این کارو کرده ما هم باید این کار رو کنیم هی داره تقویت میشه دقت بکنید عروسیهای الان شبیه اصلا 5 سال پیش نیز زمان خودمون داشتم کلیپ تو اینستاگرام میدیدم انگار تاجگذاری کوروش دوم بود داریوش اول بود یه دفعه دره باز شد مرده که ما تاجگذاریشو کرد، هیچی به جهان بعد هم زنه از آسمون سوار یه حلقه ملقه بال لاشت تو تهران ها یه قومت اینجوری نشست خب رو بکن اگر خانم تو هم اینو ببینه کف استانداردش عوض میشه حالا اینو نمیتونی براش بگیری دیگه دوتا بال که باید بذاری حالا دقیقه رو زمین قبول در واقع کف استاندارد داره حالا استثنا رو کاری ندارم کف استاندارد عوض نمیشه یا یعنی شما راجع به خودتون صحبت کردین کی بود گفت نه <applause> راجب شما کاری ندارم بریم یکی ممکنه من رو من تاثیر نمیذاره ولی سطح استاندارد جامعه هی داره بالاتر میره یه جا هست دختره که خیلی خیلی از اون دختره بوده که با همه چی بساز بوده میبینی بسازش با مامانای ما خیلی فرق داشته تازه اینو که بهش میگن بساز خب حالا اینجوری نیست که بگیم زنهای میزه گرد گذاشتن دوره هم جمع شدن گفتن ما بیایم این رو در مردها بپسندیم این اتفاق ممکنه تصادفی صورت گرفته باشه و مثل یه قانون نانوشته خود به خود انتخاب شده باشه که البته چند تا نظریه راجع این قضیه وجود داره که من سری بهشون اشاره میکنم تا به قسمت های اصلی برسم خب پس اینم هم که همون قانون انتخاب طبیعیه کسایی که فاقد اون ویژگی مطلوبن نمیتونن دم جفتشون رو به دست بیارن و بنابراین فرکانس اون عللی یا اون ژن هی نطی چی میشه کمتر و کمتر میشه خب اینم که دوباره همون توضیح داده اگر ماده ها ترجیح میدهن با نرهایی که با آنها غذا میدن جفتگیری کنن آنگاه مردانی با ویژگی هایی که منجر به موفقیت در به دست آوردن هدایای غذایی اونها تغییر میشه اگه مثل انسان انسان خیلی گوشت براش مهم بوده برای زن چرا گوشت انرژی زیادی تولید میکرده شیرش انرژی داشته میتونست بچهش رو راحتتر بزرگ کنه بنابراین مردهای شکارچی قویتر براش امتیاز بودن خود به خود بین مردها کی شکارچی تر میشه اون که ازولانی و قد بلندتره واسه همین قد بلندی و ازولانی بودن جز ویژگی های شده که زنها اون اونجوری رو دوست دارن. و خیلی جالبه این رو ما واقعا از این نظر دوست دارم چون ببینید این ریشه داره دکترم؟ اشاره کرد تنز پردازی در انسان هر چیزی که خنده داره و تنز توشه بدون یه ریشه فرگشته به یه جا میشه که احتمالا داره از چیزی دم میزنه که ماها شاید امروز خیلی نمیپسندیمش بعد اون میاره اونو شدیدش میکنه یه ذره تقویتش میکنه برای ما خندهمون میگیره برای نگاه کنی الان کلیپاش ساخته شده مثلا دکتر به پسر زنگ میزنه میگه شما قد چنده میگه 192 میگه 192 ماشین داری میگه نه میگه ابن من فدات میشن. میگه فلان میگه هر میگه میگه قربونت مینفه. بعد میگه اصلا اخلاق ندارم میگه بدون من اخلاق دارم میذارم وسط یعنی قد اینقدر مثلا اونجا اهمیت داره بفرست خب حالا داروین اسم اینو گذاشت انتخاب زن یعنی مورد دومه یعنی کلا این بحث از رو انتخاب زن گذاشن اسمشو چند تا نظریه داریم که حالا چرا این دو تابوس بلند میشه اصلا آیا تابوس ماده فقط خوشش میاد یعنی زیبایی شناسی بلده همون چیزی که داروین گفت آقا از داروین یه سوال دیگه هم پرسیدن میری بعضی وقتا همونجوری که دکتر عباسی اون گفتش که یه سوالی میاد عذر بدتر از گناه میشه دار بگو من نمیدونم زنه از این خوشش میاد انگار افتاد تو چاله دوم خب اوکی ما تا اینجا پذیرفتیم توجیه کردی زنه از این دوم خوشش میومده این انتخاب کرده هزینه اضافه کرده براش حالا میشه بگی چرا زنه خوشش میاد مگه تابوزا مثلا سلیقه دارن دارمین اومد چی گفت اینجا اومد بحث زیبایی شناسی رو مطرح کرد که در حیوان ها نوعی هنر زیبایی شناسی اونها ممکنه در مثلا ماده وجود داشته باشه که خیلی نمیشه بهش تکیه کرد اما سه تا نظریه بعدش شکل گرفت که اینو اینو توجه کنه حالا چرا ماده خوشش میاد یکی نظریه فیشره. فیشر بهش فیشریا نمیگن ران اوی فیشر ران وی. میگه دلیل خاصی نداشته از دستشون در رفته انگار یهو شده یعنی انگار که مثل قماربازی دو تا گزینه بوده حالا یکی شانس پیدا کرده یعنی دومه بوده نبوده اونی که بوده خب سلیقه یکی بوده دیگه بریم اینجوری فرض کنیم ساده میکنم مدل رو دو تا تابوس داریم دو تا ماده یکیشون دومه جلب توجه میکنه یکی نمیکنه اونی که جلب توجه میکنه براش در واقع میتونه تولد رو انجام بده حالا یکی شکار میشه یه اتفاق براش میفته هر مثل باتل افکت اثر گردن بطری که توی نمونه برداری یهو نمونه کمتو یهو زیاد میشه میگه تصادفا این برنده شد این اومد با این طوله مثل که خب این دفعه این جنه دیگه تکثیر میشه دیگه یعنی میتونست برعکسش هم بیفته یعنی ممکن بود اونی که اینطوری شانس نداشته باشه اونوری اتفاق بیفته الان تابوس هم جنومی نداشتن مثلا فیشر یه همچین چیزی میخواد یه البته خیلی موضوعش مفصله و فرصت نیست اینجا راجبش صحبت کنیم یکی آمود که ایشون میاد هندیکپ پرینسیپل رو میگه یعنی معلولیت یا ناتوانی میگه ببینیم باعث ناتوانیش میشده اصلا چیز خوبی نبود مثلا فرش که مثال زدم که طرف نظر اقتصادی معلول میکنه میگه منتهای مراتب چون از اون طرف برای ماده مهم بوده یا اینکه یه جور صداقت هم نشون میداده چون یه جور خالی بندی هم تو حیونا مود شده دیگه حیونا تظاهر هم میکنن همون دیسپشنی که دکترم گفت به خاطر اینکه مثلا حیونا بزرگ نیست آره که خوش بزرگ نشون میده پراش اینجوری میکنه حیونا مثلا نمیدونم تظاهر زیاد داریم ما تو حیونا برای جلب توجه ماده ولی یه بحثی هست اونی که خیلی داره با تظاهر دیگه تظاهر که نمیکنه هیچی با یه کاری که انجام میده خودش رو معلول میکنه انگار میزنه تو سر خودش ولی نشون میده خیلی دارم این دیگه یه جور صداقت هم انگار گذاشته شده وسط من واقعا دارم ببین من واقعا دارم این دو رو نکن دیگه واقعا شده خودم و به این روز انداختم ولی این واقعی بوده نمونه انسانیش شایی بخوام مثال بزنیم اینه که یه دفعه یه زنی ببینه یه سیگنالی بگیره ببینم این کاسلی سیگنالینگ یعنی سیگنال هایی که نشوندنده ثروت توه از یه پسر یهو یه سیگنالی بگیره که بفهمه این خیلی داره پسر علکی یه بریز با پاش بیخود بکنه یعنی یه دفعه میره مثلا توی رستوران میره یه بستنی سفارش میده مثلا 6 میلیون تومان مثلا طلا روش خب میدونه من نظر اقتصادی این اوکی نیست یه ضربه مالی هم داره به خودش میزنه ولی یه دختری ممکنه اینو ببینه بگه ببین این چقدر داره که فقط بستنیشو داره 6 میلیون میکنه یه همچین چیزی رو داره میگه بازم میگم اینا باید کاملا باز بشن خیلی یعنی تو سر هر کلاس هر یه دونه اینا باید دو ساعت راجبش صحبت بشه فقط میخوام اون ذهنتون یه مقداری در, در واقع اون تیریکش بخوره یکی همیلتون و زاکه که در واقع این پارازیتا رو میگن این خیلی قشنگتر از بقیه است میگه نه اینجوری هم نبوده علت این بوده که موجودی که انگلی بوده و میکروبی بوده و اینا وقتی بدنش ضعیف شد اصلا نمیتونه همچین دو تولید کنه مثل که مثلا یه خانمه که دیدی موهاش ضعیف شده ویتامین ویتامینام کمه یا مریضم یا هر چیز یا شیمی درمانی می‌کنی مود می‌ریزه نشوننده یه عدم سلامت میتونسته باشه بنابراین اون کسی که تونسته همچین دومی بسازه یعنی این که من ببین من دارم نشون میده من انگل تو بدنم ندارم من انقدر که مثلا ژنوم اوکیه و میکروب و اینا ندارم آری از همه چیزم این نشوننده سلامته پس تویی که میخوای 50 درصد ژناتو بذاری وسط با چون شراکت دیگه در از نگاه چشم جن بخوایم بهش نگاه کنیم اینه که تو 50 درصد رو تو بذاری وسط منم میخوام بزنم وسط ببین بعد آدمی شریک نمیشی یا آدم سالمیه بیاریم تو نمونه انسانی شما کل ثروتت یک میلیارد تومانه کل دارایید قراره با یه نفر شریک شی قطعا هر کی یه میلیارد بیاره با شریک نمیشی هر کی بگه یه میلیارد من چیزای دیگه‌ش هم بررسی می‌کنی خانواده داره آدم درست یه برش داره روابط قوی داره میگه من با این شریکش بهتره درسته اونم یک می‌ذاره اینم یک می‌ذاره ولی من فردا اگه فردا مثلا اومدیم یه مغازه‌ای باز کردیم شهرداری اومد گیر داد این رابطه‌هاش هاشم قویه میدونه میره شهردار رو راضی می‌کنه من با این شریکش احتمالاً چیه اوکی ترام بنابراین میگه درست اینجا 50 50 میذارم وسط ولی این یه علامتی رو داره به ماده میگه که ببین من از نظر انگلی و اینا خیلی چی هم اوکی هم سلامتم بچه‌هاتم احتمالاً چی میشن سلامت میشن فرضی راجع به این قضیه خیلی زیاده ولی اجازه بدین چون موضوع بحث ما نیستش من اینجا رو ببندم رد بشم شاید ممکنه یه نفر خیلی با حساسیت اینا نگاه کنه یه در واقع تضادایی تو این صحبت ها پیدا بکنه بگذاریم آها به اینا میگن کاسکی سیگنالینگ حالا من میخواستم اینو به خاطر اینکه اینتر دیسیپلینیری بشه یعنی بین رشته ای صحبت بکنیم بیایم به برندینگ هم ربطش بدیم اصلا برندینگ در انسان اینجوری شکل گرفت که انسان چون از نظر کورتکس رو اینو روش کرد تونست تکنولوژی رو ببره جلو مردها دیگه میتونستن در واقع آنچه که زنها میخوان رو با سیگنال های دیگه بهشون نشون بدن با علائم دیگه نشون بدن دیگه فقط عضله مطرح نبود و دارایی های مردم دیگه فقط نبود که عضلمه خوب میتونم شکار کنم زن چی نیاز داشت آرامش و حالا رو بزرگ کنه تغذیه به اینا نیاز داشت دیگه میگه من درآمدشو دارم دیگه تو من اینا رو نمیخوایی. درسته که در طول گذشته تکامل اینها روی عضله مطرح بوده ولی من الان میتونم عضله نداشته باشم ضعیف باشم ولی پای کامپیوتر یه سایتی زدم یه استارتاپی رو انداختم که درآمدش انقدر زیاده که تو همه آن چیزی رو که می‌خواستی تو طول طبیعت من هر دارم بهت میدم حالا بریم ببینیم جالب میشه اینا رو میتونید بهش فکر کنید من نظر خودم هم بهتون میدم برندینگ اینجا شگره بنابراین برندینگ چیز بدی نیست اگر برندینگ نبود چطور یک انسان میتونست رو متمایز از بقیه نشون بده فرض کن همه مثلا پراید بودن همه خب اونی که درآمدش مثلا ماهی ده میلیارد تومانه چه جوری به بقیه بگه که من اینو دارم چه به جنس مخالف چه بین همکارای خودش اون درگیری بین جنسی بود چه اعتباری که میخواد به دست بیاره بنابراین برندها اتفاقا خیلی به نظر من مشکل رو حل کردن طبقه اجتماعی هر فرد رو بهش دادن حتی اگه ما بگیم چی آخه بیا رولکس مثلا شما صد ده میلیارد تومن یه ساعت خب وقت رو نشون میده دیگه اونا وقت رو نشون میده آره من اینو ننداختم وقت رو براش نشون بده که نشون بده من اینو انداختم اینجا که با تو فرق کنم با تو, تو یه طبقه قرار نگیرم برای من کارکردش اینه خب و خب این برندها برای همین شکل گرفتن اما هزینه ها اینجوری که تکامل داره به ما نشون میده فرگشت داره به نشون میده جنس ماده داره هزینه بیشتری میذاره تو این شرکت. حساب کن دو تا شریک هستن یکی از شرکا یک میلیارد تومن کل زندگیشه داره میذاره وسط اون یکی یه میلیارد تومن یه تیکه از زندگیشه تو شرکت کدوم بیشتر دل میسوزونه اونی که همه زندگیشو گذاشته وسط بنابراین دقت بیشتری باید بکنه تو انتخاباش و بنابراین احتمالاً پایبندتره حالا فکرتون نره دنبال حالا بحث خیانت و اینجور چیزا رو توضیح میدم اونم. تا حدودی سه تا روانشناس سه, سه, نفر در واقع اولوشنری بایولوژیست هستن که روانشناسی تکاملی رو متحول کردن یکی ویلیامز یکی آقای همیلتون یکی هم آقای از کنم که تریورز همیلتون اول میدی کتابی رو مینویسه از روش خیلی سریع میگذرم یه انقلابی به پا میکنه اصلا نظر رو عوض میکنه آقا اینکه داروین میگفتش که هر کسی برای ژن خودش تلاش میکنه که زنده بمونه برای بقای خودش پس این کمک کردن به دیگران چیه این ایثار کردنه چیه یکی برای که فداکاری میکنه چیه جنگ میشه مثلا یه سری میرن روی مین خودشون رو به کشتن میدن برای بقیه اینا خوش جن خوشون رو دارن نابود میکنن در واقع یه همچین چیزایی رو مید بررسی میکنه انقدر این فکرش در واقع تاثیر میذاره که این آقای در واقع همیلتون از روش میاد نظریه چی رو میده فیتنس فراگیری رو میده انقلاب فیتنس فراگیری رو میده که اینجا چی میگه میگه که آها ذهنش اصلا یهو باز میشه میگه درسته من ژن هام رو به چند درصدش به بچه‌ام میدم 50 درصد اون که ژنتیک مونن یا بیولوژی میدونن اینجوریه هر مردی 50 درصد رو میتونه به بچه‌اش بده ولی یه چیزی تو 50 درصد ژن مشترکم با داداشت داری و اونم به بچه‌اش 50 درصد بده یعنی 25 درصد ژن های برادرزاده تو با تو یکیه درست شد پس میگه بنابراین اگر تو به خواهر و برادرت هم کمک بکنی دستشون رو بگیری به نوعی انگار ژن‌های شما به نسل بعدی میره اما این هوشمند نیست نباید ما فکر کنیم که انسان از قدیم اینجوری فکر می‌کردن او جن من نه در واقع اونهایی که اینطوری فکر میکردن که به برادرانشون کمک بکنن تونستن ژن‌های بیشتری رو به نسل بعدی بدن برای این به عنوان یک رفتار در طیف مونده که به نزدیکان کمک کنیم اما خب هنوزم یه بحثایی بود دیگه آقا این داداشمه اونی که هم وطنم اصلا ژن مشترک با من نداره اون چی این هم که درصد جنای مشترک هستش که شما میخوایم بدونید با دوقلوی تک دخمکی خودتون شما 100 درصد مشترکین با بچه 50 درصد خواهر 50 درصد مادر بزرگ و پدر بزرگ و اینا 25 درصد دایی و عمه و عمو اینا 25 درصد خواهر ناتنی 25 درصد فرست کازینا مثل دخترمو پسرامو دختر دایی پسر خالی اینا میشن 12.5 درصد و سکن کازین بچه های عموزاده هم میشن یک خورده این درصد جنایی که شما با اطرافیانتون دارین و احتمالا هر چی جنا به شما نزدیکتر باشه شما رابطه بهتر یا کمک کننده تری با طرف دارین البته جای نقد داره این نظریش با این نگاه انگار جنا چشم دارن که میشه در واقع جینز آی تلنکی. انگار جن های فکر میکنن و به اون چشم جنیشون دارن نگاه میکنن که انگار توی ماشین داره میره ماشین بغلی رو میبینه مثلا 50 درصد جنه منم اونجاست به اونم کمک میکنه تا بره مثلا یه همچین نگاهی خب این اکثرم کلی گشتم تو اینترنت یه چیزی پیدا کنم هم ماشین باشه هم دی ان ای و ژن نشون بده هم شکل چشم باشه کلی گشتم تو این عکس پیدا شد خب بریم حالا اینجا اما تریورس چی گفت تریورس اومد این کتاب ویلیامز رو در واقع نگاه کرد و سه تا نظری ازش در آورد یکی نودوستی دوستی غیر خیشاوندی یا ریسیپوکیشن رو در آورد یکی سرمایه گذاری یا پرنت اینوستمنت رو در که سرمایه گذاری والدین روی بچه هاشون چی جوریه و کی بیشتر سرمایه گذاری میکنه یکی پیش بینی تعارضات بین والد فرزنده که با این کاری ندارم وسطی استراتژی های بلند و کوتاه در مردان و زنان برای ازدواج در واقع لانگ ترم استراتژی میتینگ مرد و زن استراتژی بلند مدت کوتاه مدتشون با هم فرق میکنه تو ازدواج ساده و آمیانش رو تو جامعه کف جامعه بگم دو تا پسر دارم با هم صحبت میکنن میگن دخترها رو خوش آمده نگاش کن نگاش میکنه میگه موقتی میخوام یه باش باشی میگه نه میخوام بگیرمش میگه زن زندگی نیست یه مدت باش باش این چیزا زیاد داریم و برعکسش از کجا میاد یعنی همینجا نشون میده لانگ ترم با شورت ترم خیلی فرق میکنه اون چه که تو میخوای بهش بگی خوشگذرونی یه جور چیز یه جوری میبینی اگه بخوای به دید زن زندگی بهش نگاه کنی یه جور دیگه و برعکس مرد زندگی و با مردی که باش باشم یه مدت نوع نگاه و اصلا آپشن اون در واقع فرق میکنه خب اگر کتاب مناسب میخوای راجع به این قضیه بریم بخونین کامل کتاب دیوید باس که اصلا این مسائل رو خیلی توش باز کرده سرمایه گذاری زن از مردا بیشتره چرا یکی بحث اون اصلا خود تخمک فکر میکنه سایز تخمک در برابر اسپرم چقدره بلاز حجمی چقدر چند برابر صد برابر هزار یک به ده میلیون بلاز حجمی بنابراین میگه از همون اول سرمایه گذاری اینجوریه که یه اسپرم با تخمک میخوره بعد دیگه حالا فرتیلیزیشن و گستیشن اون حاملگی اینا نه ماه بچه رو تو شکم خودش داره مرده کجاست تموم اول کار تموم شد رفت این همون درگیره تا نه ماه رو بده بعدش تازه چی؟ در واقع درگیر اون بحث لاکتیشن و شیردهیه یه مدت طولانی بعدا بین گونه های پرایمیت انسان بیشتر مراقبه بچه هاش. یه مدت خیلی طولانی از بچه هاش مراقبت میکنه خب البته شامپانزه هم خیلی مراقبت میکنه ارزم به خدمت شما که پس اینجا داریم میبینیم سرمایه گذاره اصلی در واقع اون بره خضی است اون یکی ول کرده رفته تو مدتی که اون ول میکنه میره خب اون میتونه بره پیشرفت کنه میتونه بره درس بخونه مرد میتونه بره کاسبیشو بکنه پولدار بشه ولی نشسته بچه بزرگ میکنه داریم دیگه تو شوخیاشو حرفاشم میگه همیشه هست پس این یک موضوع واقعیه برای من زن میگه که من کسی رو میخوام که تو مدت من رو بتونه تامین بکنه چون من سرمایه گذاشتم قرار نیست من یه میلیارد تومان بذارم دوستام یه میلیارد میذارم با هم یه مغازه میخریم بگیم با هم 50 50 ایم به شرطی که من وایسم فروشنده‌ام باشم اینجا هم تی بکشم همه کارا رو هم بکنم تو برید در دور هیچکی کی قبول نمیکنه نمی میگه حداقل چی من وای میستم اینجا فروشندگی میکنم زمینو جاری میکنم فلان تو کرای مغازه و اجاره ها هم تو بده به جز یه میلیارد گوشتی گشتی وسط دیگه درسته خب نگاه کردن موجوداتی که لقاه داخل رحمی دارن یعنی لقاه در درون رحم صورت میگیره بچه اون تو بزرگ میشه به خصوص تو اونها که بیش از 5000 گونه پستانداران و 300 گونه نخوسی هاست سرمگزاریه. ما داخلی بیشتره اونا که تحت لقای داخلی هن. این هم دلیل داره چرا لقای داخلی چرا اون لقا بیرونی نه خیلی میشه براش دلیل آورد وقت کوتاه یکی دو تاشو میگم نیازهای زنان آسایش تامین گرما امنیت از حمله نیروهای متخاصم و غذا به خصوص گوشت یه چیزی که باز خیلی باب شده اینکه زنها آهن پرستن یا نه کلیپاش هم زیاد دیدین دیدین چه دیگه مثلا یه آقا پسری وای میسه با این ماشین خیلی بال مثلا اوکی فراری چیزی میذاره اون بر پارک میکنه بعد یه دختری رد میشه مثلا خب تو اینستا نیستی، فقط من میچرخم. هیچکی <applause> <applause> بالکونی سنشو نمیده همه هستم ولی اینجا آره سه چیز گرفتن. آره بعد دختره داره رد میشه مثلا با یه هیکلی پسر از کنارش رد میشه مثلا بهش میگه که خانم شما چه هیکلی خوبی دارید شما را میشه بدن بعد دختره اولش میگه نه چون اینو همینجوری میبینه دیگه. بعد که میره پسر میگه باش بعد میاد یو این ریموتشو میذارم سوار ماشین میشه بعد یو دختره بر میگه نگاه میکنه بعد بر میگرده ماشینو که میبینه. بعد این کلیپ برای تحقیر زنها ساخته میشه به ایشون میگن آهمپره آه یعنی تو منو برای خودم نخواستی تو منو به خاطر ماشینم خواستی آخه موضوع اینه که تو چیزی جز این نیستی الان میدونی چرا بیاین این شکلی فرض بکنید سلیقه مردا چیه سلیقه مردا همونی که تو هزار سال هم بودن تغییر نکرده خب با؟ یه هیکل ساعت چنی حالا فرض کن یه خانمی با هیکل فوق لاده. اوکی ساعت چنی بیا دور خودش یه سری پارچه مارچه بکشه لباس به پوشه پف کنه مثلا خودشو چاق نشون بده بعد بیاد مثلا کنار یه پسر رد شه به اون هیکل بعد پسر بگه من تو خوشم شما رو پسر بگه نه بعد که پسر میره بده لباسا رو اینجا بکنه و بعد یه پسر میره خوشش بیاد بعد بیاد بگه نه دیگه الان دیگه نه خب معلومه که نه دیگه خب تو شرایط تو عوض کردی این کاری هم که تو داری با این ماشینت میکنی اون پارک میکنی دقیقاً معادل همونه درسته پس نباید اینو به دید تحقیر کردن طرف مقابل پیش نگاه کنی یه واقعیته پس این ارزش داره این فیلم رو میذارین وای <تصفح> حمید تکونه خوب یه خودم خودم میخوام بپرم خودم جهان آروم آروم

من از صبح همین نمیگفتم خدمت میخواستم خودم بپرم بیا 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 عزیزا قشنگ ترسیده یکم موازه باشن آفه 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 دیگه. چه خوبه همین دستا خیلی بهتره از چه نظر؟ آخه من شما که میخواد مسماک بزنم حمید خرمشه من سوارش میشم تا دست میریم <تصفح> واقعا؟ دو سه بار همینجور برای خنده دروغ میگه دروغ میگه هر شب دلار میشه میگه من خرتم بیا سوارش دو فانتزی دیگه قبول داریم آره بابا جونش در میره برا جونش واسه بنزه در میره واسه کارخونه سوسیس کالباس معلومه و برای قد نیمتی و کله کچل و شکم هم با باشه یعنی برات مهم نیست که برای خودت نمیخواده؟ نه چون اون بنزم اون کارخونه منم خونه ولنجک هم منم باغ طالقون منم من اینام به غیر اینا دیگه چیه؟ واقعا قشنگ بود یعنی با نگاه فرگشتی که بهش نگاه میکنیم این و حقیقت هم همینه و واقعی نگاه کردن به قضیه خیلی مشکل رو حل میکنه اولش یه ذره اصلا ممکنه به خانم خودم نگاه کنم بگم تو منو به خاطر مثلا این چیزا میخوای اولش شاید ناراحت شم ولی وقتی واقعیت رو نگاه کنم به جای اینکه برم دنبال اینکه تو منو برای چی میخوای میرم خودمو قوی میکنم از خیلی چیزای دیگه وقتمو ما سر این حرفا نمیذارم حالا پس در واقع اینجوری بهتون بگیم بریم یه تکاملی نگاه کنیم میریم چند هزار سال پیش ده هزار سال پیش همون هانتر گدرر بودن انسان ها و اینا زنه سیگنالی که از مرد میگیره خیلی روشنه شفاف معلومه قد بلند با این عضله این میتونه شکار کنه مردم که اون چیزی که میخواد رو نگاه میکنه و از که همون چیزی که اون موقع میخواد همونه اما زمان میگذره شرایط مردها عوض میشه مردهایی به وجود میان که ممکنه به لحاظ هیکل و ازوله و اینا آنچنان نباشن ولی خیلی پولدار باشن و بتونن تو رو تامین کنن و برعکس دیگه شکاری وجود نداره که پسر قد بلند 1.90 بره برای تو بزنه ممکنه 1.90 قدش باشه ولی آس و پاس باشه و کرایه ماشینشو نداشته باشه اینا فکر نکنید تو کتابا بودا انقدر نشستم اینا خوندم هی با خودم تحلیل کردم به این رسیدم الان تو این لحظه بنابراین زنها نیازمند اینن که سیگنال ها رو از جای دیگه بگیرن و فرگشت پیدا کردن به یه سری سیگنال ها و ریزبینی هایی که مردا اونا رو ندارن تو طول زمان حالا بریم ببینیم ببینیم واقعیت داره یا نه خانم که اینجا نشستن خودشون مهر تایید بدن یا نه خب خب پس فرزندای همچین زنهایی که همچین ترجیحاتی داشتن انتخاب شدن مثلا یه گونه پرنده داریم این اصلا خونه میسازه بعد میره, ماد... میره کنار ماده میشینه میگه من خونه دارم و اینا بر میداره اونو میاره خونش ماده قشنگ میره تو خونه یه دیدی میزنه نگاه میکنه که مثلا اوکی یاد <olduğu xempeople> <laughs> این چیزه میفتم. چی چی جهاز برون میگن چی میگن میری نگاه میکنی خانواده روس میان نگاه میکنه وسیلا رو میری یه نگاهی تو دور خونه نگاه میکنه میاد بیرو یا اوکی میده خونه خوبه یا میگه نه دوباره میره سراغ بعدی یکی دیگر رو میاره یا خونه رو یه تزیینش رو بیشتر میکنه بعد از یه مدتی پس میریم ریشش داره برمیگره به کجاها خب اما چرا به طور کلی زنان نسبت به مردان برای فرزندان نگرانترن خوب به خاطر همین سرمایه‌گذاریه که گفتیم داره آیا سرمایه گذاری آنها قطعا به انتقال ژنشان به نسل بعد منجر،, منجر میشه خودشان نسبت به مردان بله کسی میتونه بگه جواب این چرا چرا حتی فرض کنید یه زن و مردی با هم ازدواج میکنن بچه دار میشن نفری 50 درصد ژنشون هم میذارن وسط بچه هم بزرگ میشن به سر و سامون میرسن چرا اینجا ممکنه که ژن مرده تکثیر نشه به خاطر اینکه زن مطمئن بچه خودشه به خاطر داخلی چه شکم خودش در میاد بیرون ولی این احتمال وجود داشته جنس ماده با چندین نر قبل از اون آمیزش کرده باشه و یک نری وقت و زمان خودش رو بذاره برای بزرگ کردن جن یکی دیگه و اینجاست که این موضوع پس میریم دوباره برمیگردیم به بحث رفتار چندین طیف رفتاری از مردان وجود داشته مردانی وفادار فرض بکنید البته مجبورم من مدلش رو خیلی ساده کنم اون نمودال گوسیان یه طیفه ولی مجبوریم برای ساده سازی بگیم دو جور مردان وفادار که وقتی با یک خانم هستن دیگه تنوع طلبی نمیکنن اونایی که نه تنوع طلبی دارن و حالا خیلی اصطلاح علمیش میشه حول هستن خب حالا بین این دوتا تا بینیم چه اتفاقی افتاده احتمال داره یک ماده وجود داشته باشه و یک مردی که سر گوشش می اومده باشه با نامیزش کرده باشه رفته باشه بلافاصله یه نریم که وفادار اومده باشه خب اون که سر گوشش می دیگه قطعا نمیمونه میره دیگه پس این تنها میشه فرصت داره با یکی دیگه تولد کنه با کی با اونی که داره بنابراین توی این لقا این فکر میکنه بچه خودشه بچه که به دنیا میاد وقت و انرژی و زمانشون میذاره برای بزرگ کردن بچه که مال خودش نیست و بچه که ویژگی کیو برس برده اون یکی مرده رو باز دوباره بنابراین این که یه مقداری مردها دیدی دیده میگن توی این هم باز به بچه رو با بابا باباش تنها گذاشت کمتر نگرانن بچه رو آویزون کرده از دیوار فلان نه که نباشه ها ولی قلزتش نسبت به زنا چیه کمتره این رفتار در خانم نمیتونسته جور دیگه انتخاب بشه چون همیشه مادری که دلسوز بوده بچه خودش رو بزرگ کرده بچه هم همون جنها رو از مادر به ارث برده و دوباره رفته به نسل بعدی اینکه مادر از دیگر و اینا فرصت چندانی برای سرمایه دیگر نداشته یعنی اگه با یکی جوین میشده دیگه پابند این میشده مگه تو چند بار میتونی ازدواج کنی طلاق بگیری ازدواج کنی دو دفعه این کارو کنی با دو تا بچه سن تولد مثلی و اینا دیگه همه چی شده تموم شده همه اینا تاثیرگذار بوده خب حالا من دوباره اینجا دیدگاه شخصیمه میتونید اصلا فراموش کنید قابل نقد میتونید فوش بدید به هم هلچه. دیدگاه منه چرا بعضی جاها بعضی از افراد ثروتمند کاسلی سیگلالینگی که میدن با بقیه فرق داره مثلا ایشون ساده میپوشه میلیاردره ها یه تونه تیشرت داره همیشه با اون یه تیشرته بعد بعضی وقتا میان اینجوری میکنن تو فاز مجزی ببین چه انسانی ببین اونی که پول داره داره نمایش میده ولی این چون ذاتن خیلی پول داره نیازی به این حرفا نداره موضوع سر همینه موضوع که تو وقتی دیگه خیلی شناخته میشی دوباره یه تمایز یک نیازی داری که با بقیه شناخته شده ها فرق کنی حالا یعنی اینجوری بهتون بگم ایلان ماسک ببینه که نظر نظر شخصی من ایلا ماسک خب میلیاردر مثل ترامپ مثل ایکس مثل مثل خیلی میلیاردره منتها میگه من با اینا فرقی دارم من تکنولوژی میفهمم من الیتم من باهوشم متفاوتم اونو چجوری بخوام نمایشش بدم من فقط یه تمایزی از بقیه بکنم این دفعه با تیشرت بیام هو. که هم... من که دیگه نیازی ندارم همه بگن که ای پول نداشته دیشت خریده اینو که همه میدونن اینجا سوال براش اینجا میشه این چقدر ساده میگرده میگن چون خیلی باهوش از اون اونها فقط پولدار مولدار تجاری ان چیز نمیفهمن که چهار تا ملک جابجا کردن و اینا ولی اینا چون تکنولوژی میفهمن خیلی باهوشن پس برای ببین ما برعکس عمل میکنیم در واقع انگار که این پاندوله هی میره این ور دوباره برمیگرده این ور تو فقط دنبال اینی که اون کاس حالا میخوای کاست سیگنالینگ تو که داری دنیا میدونن تو پول داری حالا میخوای یه کاست سیگنالینگ دیگه از هوشت به بقیه بدی یا جوری حالا این نظر من بود میتونید به جوش فکر بکنید نمیدونم آره خلاف روتین رفتن خب آیا مردان متأهل بیشتر مورد توجه زنان قرار میگیرن بله آره اینم درسته یعنی تحقیقات نشون میده الان مقالاتش هم براتون میذارم که مردانی که متأهلن یا حلقه دیدی مثلا پسرم میگه آقا ما خودونو میکشتیم هیچ کی سمتمون نمیواد اما وقتی اینو انداختیم چه شده هیچی دیگه حالا باز دوره کلیپ های زیاده مثلا همه دختر دارم باش دست بالا میکنن این واقعیت داره یا نداره موضوع از کجا به بخوام بهتون بگم در دوران امروز زنها برای اینکه بفهمن مرده به درد خور هست یا نه گفتم دیگه ظاهر خیلی نشون نمیده باید به سیگنال های اطراف توجه کنند یکی اینکه تو محل چقدر اعتبار داره چقدر آشنا داره تحصیلاتش چقدره اینا نشون است دکترا داره خب فوق لیسانسه. حالا کار نداریم الان مدرک تو سرش خورده یه زمان فوق العاده دکترا نشان از یه جایگاه اجتماعی بالاتر میداد اینها رو کنار هم میذاره دوستاش کیم با کیا کی رفت آمد داره چیا میگه حتی موقع حرف زدن حرفاش چه چیزاییه اینا رو جمع میکردن که بیشتر بفهمن فرد آدم حسابی تر هست یا نه پس برای وقت زمان برتر بود این مسئله بنابراین وقتی میبینن که یه جنس ماده دیگه چسبیده به یکی الان یعنی که انگار اون همه دورا رو زده تحقیقات رو کرده رسیده به اونجا بنابراین خود به خود میشه جلب توجه نه اینکه بخوام برن اونو از چنگش در بیارم، که البته اینم هست چرا که یهو ببینه اولین رابطین دوتا به هم بخوره دوست صمیمی همون دختره میره باش دوست میشه خب تجربی هم <applause> خب به خاطر چیه به خاطر اینکه این سیگنال ها انگار که توسط یک ماده دیگه چی شده قبلا جمع شده بوده خب که تو ترجیحات بلند مدت زن های مسئله خیلی مهمه که نش... سیگنال هایی که نشون بده مرد چیه برجسته است و در واقع سیگنال های مثبت حساب میشه آیا اینکه زن هم برجسته باشه برای مرد مهمه؟ جایگاه اجتماعی؟ تو فیلم های فارسی قدیمی هم میدیدیم مثلا فیلم میدیدی برای مرد خیلی مهم نیست مثلا مرد خیلی پولدار میره با دختر فقیر در واقع مرد اگه اون سیگنال اولیه رو بگیره بنا رو برای میذاره این همونی که من میخوام مگه خلافش دیگه خیلی ثابت شه تازه اونجا هم توجیه میکنه دقت کنید مثلا طرف جایگاه اجتماعی خوبی داره یه دختر میبینه بر رودار و سر و شکدار و اینا عاشقش میشه خانواده میگن بابا این بچه مثلا حلبی آباد فلان جاست داداشش مثلا ستارو کشتن میگه خب تو دعوا بوده توجیه میکنه دیگه بالاخره غیرتی شدن فلان شده باباش مثلا رو کارتون میخوابه مثلا شب نه همش دلیل میاره مگر اینکه حالا من دارم شدیدش میکنم مگر اینکه چه اتفاقی بیفته در واقع وقتی میپسنده اون چیزی که میخواد دیگه میپسنده خب اما این سیگنال خب الان عوض شده زنان در مردان به دنبال علائمی برای کشف قدرت و برجسته بودن که یکیشون میتونه باشه نه اینکه بگم هیکل و قد از بین رفته اولویتش شما ده پایین تر یعنی اگه مردی پول دارتر باشه حالا نه دیگه خیلی درب و داغون باشه ده درصد اگه از اون یکی پایین تر باشه ولی پولدار باشه اونو بیشتر میپسندن اون پولدار رو خب مردان هم دنبال زنان برجسته هستن ولی از یه نظر دیگه در واقع سیگنال هایی که میگیرن همین بحث ساعت و شنیه. که دریافت میکنن هر روزم این هیکل این مدلی و انقدر دیگه کشش نمیدن اونها با خیلی داستان داره برو تحصیلاتش رو ببین فلان کن اینا دو تا زاویه و انحنا رو ببینن کارو جمع میکنن یعنی دنبال خیلی چیزا نیست. گفتم یا. من که دیگه هم گذاشتون این جوکرم بگم دیگه میگه یک زن از یه مرد هزار تا چیز میخواد ولی یه مرد از هزار تا زن فقط یه چیز میخواد <applause> بهتونم گفتم این جوکا به یه چیز رفت یه ریشه فرگشتی داره علکی نیست میخندین یعنی حتما یه ریشه تکاملی حتما یه جا بوده که نشان از یه واقعیته نسبت سایز به کمر یکی از ترجیحات مردان بوده که البته بادی در واقع مس ایندکس یا بی ای ام آیا مهم هستش ولی این نسبت در واقع لگن به دور کمر که WHR بهش میگن نشاندنده تراوت و باروری بوده چون زنها سنشون که بالا میرفته یا ایسا که میشدن شکم که آوردن نسبت لگن به شکم این به هم میخورده بنابراین زیبا به نظر نمیرسیده یعنی خود زیبایی هم میره زیر سوال که اصلا زیبایی چیست زیبایی آن چیزی که به نفع زیست بوده زیبایی آن چیزی است که به نفع زیست بوده اگر تو زیبا میدیدی به سمتش میرفتی پس اونی که زیبا دیدش مونده الان بهش میگه زیبا پس در واقع زیبایی هم خیلی معنی اونچنانی نداره به واقع خودش خب که از این تو محض تبلیغات خیلی استفاده میکنن دیگه یعنی اینکه مردها چون میخوان ماشین بخرن زنهایی رو با یه همچین ترکیب کمری در واقع میذارن روز رو یه کاپوت یه ماشین که جلب توجه بکنن که به سمتش برن و خرید بکنن حالا این نظر شخصیمه بنابراین مردها آن توانایی هاشون به چیزی جز بدنشون دیگه وضع شد من همینجوری اومدم براش اسم بذارم اسمشو گذاشتم در واقع توانایی های اکسترنال بیرونی دیگه یعنی دیگه روی هیکلت نیست بیرون قرار گرفته و با بعد به شه انگار دیگه یعنی پس منابع همون مثالی که اون مرد تو فیلم زد گفت اون کارخونه هم منم اون ماشینه هم منم و واقعا داره درست میگه برای یه سری دارایی های شما دیگه جزء مردم باید این داره پذیر. آها یه بحثی داره به نام میت made میت چویس انتخاب کپی شده این همون واسه که خدمتون گفتم یعنی زنها انتخاب خودشون رو میان از رو زنای دیگه کپی میکنن خیلی وقتا پیش میاد ممکنه یه دختری توی یه کلاسی با یه پسر هم کلاس بوده باشن دانشگاه اصلا به یه پسر نگاه نمیکرده اما از روزی که یه دختر دیگه میره به سمتش و اینا جلب توجه میشه بعدا که این دختر به هم میزنه حالا میره عاشق میشه بعدا که باش صحبت میکنه میگه چی تو دو سال اول با کاری نداشتی میگه خب نمیدونم چی شد نمیدونم چی شد. دفعه ازت خوشم به خاطر به خاطر اینکه کل اون الگوی کپی کردن میت یا اون جفت خودش رو کپی کرد از روی یه زن دیگه اونم که دوباره شهناز اومد و اینم یه مقاله یه که میتونید ببینید توسط آقای رابرتس و آقای ویکی فکر فکر نوشته شده تو همین مقاله اومده اسکور داده امتیاز بندی اینا کرده که چه چیزهایی در مردان برای زنها اهمیت داره قدرت ثروت قیافه و چیزهای مختلف به عددهایی رسیدن که توی مقالات دیگه هم تقریبا شبیهه مثلا باسو اشمیت هم تو همین مقاله اومدن فهمیدن که اقتدار مرد الان خیلی مهم شده و تحصیلات اقتدار تحصیلات حالا ثروت و چیزهای دیگه به خصوص برای زنایی که خودشون میدونن که خوشگلن یعنی اول میان از اینا یه پرسش نامه چیزی میذارن میگن خودت از نظر خودت به خود چند میدی خودت چی فرض میکنی خانم میگه من خیلی اوکی ام به خصوص این مدل زنها توقعات خیلی چی بالا داشتن مرد همه چی تمام میخواستن حتی مردهایی با صورت آسیمتریک میخواستن مردایی که فیسشون اگه داشته باشم آها یعنی خیلی صاف و سوف و مثل من کج و خب پس جایگاه اجتماعی برای زنها چی بوده؟ خیلی فاکتور اصلی بوده این هم یه مقاله خیلی جالب بود حالا میفهمه که من اسمو چرا انتخاب کردم این خارجی خیلی باحالن من دوستشون دارم خیلی هاشونا یه همین وسط کتاب یه شوخی کرده وسط مقاله شوخی کرده تو ایران میاره یه دونه سمینار بدن ببین بعد این سمینار چقدر حرف برام در میاد آقا تو سمینار علمی رو اشتباه گرفته با نون فلان جا وسط مقاله شوخی خیلی باحال کرده با اون در واقع یه خواننده ای اونم اومده همین آزمایشا رو انجام داده اینا آقا به این نتیجه رسیده که تو جایگاه اجتماعی نداشته باشی امتیازت برای زنان خیلی پایینه. یاد چی افتادن اینا یاد ترانه آقای تیم هاردین افتادن. تیم هاردین یه خواننده‌ایه که با یه آهنگ خیلی معروف میشه. تو آهنگه میگه که اه، یه ترجیبندی هم داره. If I were a carpenter. If I were a carpenter and you were a lady, would you marry me away? Would you have my baby? خیلی قشنگه. میگه اگه من این خواننده‌ای که الان هستم نبودم و تو این بانوی مثلا بودی، اگه من نجار بودم در واقع با من ازدواج میکردی ازم بچه دار میشدی بچه ما نگه میداشتی این آهنگ خیلی آهنگ معروفیه این دوتا پژوهشگر بعد اینکه کارشون در واقع مینویسن آخر مقاله میان مینویسن که پس الان میفهمیم تیم هاردین که این سوال رو پرسیده بود از عشقش جوابش چیه جواب تیم هاردین آخر مقاله نوشتن given the research findings the most likely answer is no یعنی زنت نمیشد اگر نجار بودی زنت نمیشد این حالا جالب یهو اومد به ذهنم دیشب اومد به پریشب اینکه گفتش که اگه تو نجار بودی زنت نمیشد یه دفعه تو ذهنم من یکی از امتیازات اینتر دیسیپلینری یه دفعه یادم شرف افتاد من زن نجار نمیشم یه سرچ کردم این آهنگشام در آوردم گذاشتم کنار اینکه اون هم به دردون خورده باشه ببخشید زرتون درد